با نام و یادی خدا، باشگاه پی اس جی قیمت نیمار را مشخص کرده است. آیا بارسلونا کاری راحتی در پیش دارد یا کاری سخت؟ ارلینگ هالند می تواند جانشین مناسب برای میسی و رونالدو شود یا خیر؟ در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخباری ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. دیمیتار برباتوف، بازیکن سابق منچستر یونایتد، معتقد است که ارلینگ هالند توانایی رسیدن به سطح میسی و رونالدو را دارد. کریستیانو رونالدو و لیونل میسی بیشتر از 10 سال است که بر فوتبال دنیا حکم روانی دارد و افتخارات زیادی کمایی کردند. اما هر دو بازیکن به خداحافظی از دنیای فوتبال نزدیکند و روزی مجبور خواهد شد تا کفش‌هایشان را آویزان کنند. برخی ها معتقدند که این دو بازیکن جایگزین ندارند و کسی حتی به سطح آنها نمیتواند نزدیک شود. اما دیمیتار برباتوف معتقد است که ارلینگ هالند میتواند جانشین میسی و رونالدو در آینده نزدیک شود. برباتوف به نشریه بتفیر در این مورد گفته که هالند بازی مهیج و زیبا به نمایش میگذارد و من فکر میکنم او میتواند جانشین میسی و رونالدو شود. من امباپه را نیز دوست دارم و میدانم او هم به همین سطح نزدیک است. امباپه مدافعان را سرگرم میکند و خودش گلزنی میکند. امیدوارم این بازیکنان سالم بماند و در سطح بالایی بدرخشد. برباتوف از تصمیم هالند برای پیوستن به دورتموند نیز دفاع کرده و مدعی شد که او تصمیم درستی را گرفته است. برباتوف افزود که او به تازگی به دورتموند پیوسته و من فکر نمی کنم که او به باشگاهی دیگری منتقل شود. من فکر می کنم او در جای مناسب است. شما می توانید ببینید که او چگونه در حال بهبود است. پاس گل می دهد، گل می زند و به تیم خودش نیز کمک می کند. این در حالی است که رئال مادرید و منچستر یونایتد همچنان به دنبال این بازیکن هستند و اگر باشگاه دورتموند حاضر به فروش او نشود، مبلغ فسخ قراردادش را خواهد پرداخت. در همین حال باشگاه پاری سن ژرمن آماده است تا نیمار جونیور را در تابستان پیشرو به فروش برساند. نیمار جونیور در تابستان سال 2017 با مبلغ 222 میلیون یورو راهی پی اس جی شد، اما پس از سیپری نمودن دو فصل خواهان جدایی از این تیم میباشد. این بازیکن در تابستان گذشته تلاش کرد تا با بارسلونا برگردد، اما این تلاش ها ثمری نداشت و بازیکن برزیلی مجبور به سیپری نمودن فصل سوم در پاری سن ژرمن شد. اما نیمار تسلیم نشده است و همچنان خواهان جدایی است و حالا به نظر می رسد که باشگاه پاری سن ژرمن نیز به جدایی این بازیکن در پایان فصل موافقت دارد. طبق ادعای سایت تنیسپورت فرانسه، سران پی اس جی حاضرند تا با دریافت مبلغ 180 میلیون یورو این بازیکن برزیلی را به فروش برساند و با کیلان امباپه تمدید قرارداد کند. این در حالی است که باشگاه پاریسی از نیمار ناامید شده، زیرا انتظاری که از این بازیکن میرفت برآورده نشده است. نظر شما در مورد این دو خبری مهم ورزشی چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.